شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون امنیت و ضد تروریسم گزارش روشنگر تحقیقاتی شرکت امنیت سایبری تردستون 71 عملیات سایبری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم آخوندها در پوش سلطنت طلب، اصلاح طلب و برانداز علیه مقاومت ایران و خانم مریم راجوی بیانیه 39 سالگرد تاسیس شورای ملی معاومت درباره گرد همایی جهانی ایران آزاد در ارتباط زنده از اشرف سه با سی هزار نقطه در 102 کشور در تیر ماه 99 نوشت سایبری رژیم در حین پخش برنامه با هزاران حمله قصد اخلال داشت اما با تدابیر بازدارنده متخصصان و ترتیب دهندگان کنفرانس خونسا و در هم کوبیده شد بیانیه خاطر نشان کرد هنوز سخنرانی خانم مریم رجوی در روز 27 تیر به پایان نرسیده بود که ارتش سایبری رژیم به کار افتاد این بار جلودارهای اطلاعاتی برانداز نماهای سلطنت طلب شده بودند چند ساعت بعد گلی از آخوندها و پاسداران و نیز افرادی با برند کمونیستی و شبه کارگری در یک کر هماهنگ به میدان آمدند. پنج ماه بعد در بیستومه آزر 99، دهم دسامبر 2020، شرکت امنیت سایبری تریزستون 71 در یک گزارش تحقیقاتی پنجاه صفحه‌ای با ذکر تمام جزئیات و فاکت ها و دلائل نتیجه گیری کرده است که بسیج تویتری 27 تیر 99 علیه رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران که با لومپنیزم رکیک آخوندی پاسداری و اطلاعاتی همراه بود توسط ماشین سایبری سپاه پاسداران هماهنگ با وزارت اطلاعات سازمان داده شده بود و 60 ساعت با محتوای یکسان ادامه داشت گزارش و اطلاعیه تردستون 71 در آدرس های زیر در دسترس است یک گزارش تردستون 721 در پی سه ماه تحقیقات کارشناسی با آنالیز بیش از 110 هزار توییت و 24 هزار و حساب توییتری تدوین شده و نشان می دهد ابتدا حدود 30 هزار حساب در این بسیج شرکت کردند که متعاقبا حدود 35 درصد آنها توسط توییتر بسته شده یا دیگر وجود ندارند حدود 50 درصد حساب ها غیر معتبر بودند از 24,631 حساب بررسی شده 11,294 حساب تعداد فالوورهایشان زیر 100 نفر بوده و رفتار سپمگونه داشته اند 1622 حساب در ماه های جویه و جوان به فاصله 30 روز قبل از گرد همایی تولید شده اند. سه حساب بعد از کمپین محف شده اند. در حالی که توییتر در ایران فیلتر می شود، حداقل 35 تا 45 درصد حساب های شرکت کننده در این بسیج از داخل ایران توییت می کردند. در ایران تنها افراد وابسته به دستگاه های حکومتی بدون فیلتر به توییتر دسترسی دارند. 26 تا 30 درصد از حساب از آمریکا در این بسیج شرکت کردند که عمده آنها از داخل ایران با استفاده از وی پی این و فیلتر شکن های ثبت شده در آمریکا توییت می کردند. پاره ای از حساب های فعال در این بسیج 190 تا 300 ری توییت کردند. شماری از این حساب به طور مساوی 193 ری توییت کردند که به خوبی نشان می دهد توسط ماشین کنترل می شوند. 5936 حساب تنها ریتوییت کردند بدون اینکه حتی یک توییت داشته باشند که به احتمال زیاد شبکه از بات ها یا باتنت را تشکیل می دهند که با ماشین کنترل می شود. دو طبق ارزیابی تردستون 71 سپاه و اطلاعات آخوندها بیمهابا بسیاری از قوانین توییتر را با سو استفاده از ظرف توییتر و سیاست اسپم، سیاست جعل هویت و بالا بردن خبر خود و یا مصنوعی نقض کردند. سه. سپاه پاسداران از ربات برای افزایش تعداد تویت ها استفاده کرده است و برای اینکه عملکرد سایبریاش برای توییتر فاش نشود، برای کنترل و فرماندهی این بسیج از توییتر استفاده نمی کند و ابزارهای دیگر مانند چتبات تلگرام را برای ارتباطات هسته مرکزی این بسیج به خدمت می گیرند که دور از چشم توییتر باشد و ردی به جا نگذارد چهار هسته مرکزی کمپین متشکل از چهار حساب است که مدیریت آن را بر عهده داشته و حداقل نه حساب دیگر اداره و گسترش آن را در محیط های مختلف اجتماعی پیش برده اند. تحقیقات توانسته است محل استقرار برخی از افراد این دولایه را مشخص کند که در ایران هستند. پنج حساب هایی که توسط شبکه سایبری سپاه پاسداران به کار گرفته می شود، از کاراکترهای مختلفی استفاده می کند که فعالیت آنها را به عنوان عامل رژیم مخفی نگه دارد، آنها خودشان را به عنوان سلطنت طلب، رفرمیست، سخت سر، ریستارد و یا افراد غیر سیاسی عادی جا می اندازند. در این بسیج مشخص، عوامل سایبری رژیم خود را سلطنت طلب، اصلاح طلب و غیر سیاسی معرفی می کنند. این حسابها برای عادی سازی مطالبی متناسب با هویت مجعولی که برای خود درست کردن توییت می کنند، تا بتوانند نقش خود را در مقابل با مجاهدین بازی کنند. 6. بسیاری از این حسابها در طول زمان، هویت خود را عوض می کنند. به عنوان مثال، یکی از گردانندگان این کمپین چهار بار کاراکتر خود را تغییر داده است. مدتی با اسم مرد، مدتی با اسم زن و مدتی با یک اسم خونسا خودش را معرفی کرده است. مدیر تردستون می گوید کاربران سایبری سپاه جنسیت صاحب حساب را تغییر می دهند هویت را عوض می کنند به دروغ می گویند که مرد یا زن هستند خود را زنان جوان جا می زنند که بیشتر جذب کنند هشتک ها و تصاویر خود را عوض می کنند حتی پرچم شیر و خورشید را مورد استفاده قرار می دهند همه کار می کنند تا به اهداف خود نفوذ کنند ما برخی از حساب های اصلی را دیده ایم که عوض شده اند. یکی از آنها ابتدا چند حرف به پایان اسم توییتریش اضافه کرد. سپس وقتی ما آن تغییر را هم شناسایی کردیم اسمش را مجددا عوض کرد. بعد حسابش را به یک حساب خصوصی تغییر داد. این نشان می دهد که ما او را به طور کامل شناسایی کردیم. We've seen some of the Accounts like Calf Aleph and uh, kayotara and others out there, Coyote, and actually shift and change, especially Calf Aleph, who initially changed his uh, his Twitter name with uh, extra letters at the end of it uh, to think that that was going to throw the scent off from his initial uh, identification. And then when we identified that change again, he shifted again to a new name and then took his account private. So uh, uh, that is a good indication that. Um, Uh, we, fully هفت شعبه وزارت اطلاعات به نام انجمن نجات که در این بسیج شرکت داشت توسط وزارت اطلاعات به وجود آمده و مطالب فوقالعاده منفی و دروغ در توییتر، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب به زبانهای فارسی و انگلیسی و آلبانیایی پخش می کند که محتوای آن به شدت علیه مجاهدین در آلبانی است. این انجمن ادعا می کند که یک سازمان غیر دولتی است. هشت هدف رژیم ایجاد ابهام و سردرگمی بر روی اینترنت، دامن زدن به دستبندی ها، کنترل پیام رسانی و عملیات جنگ روانی برای تاثیر گذاشتن بر گرد همایی هفته جویه 27 تیره 99 بوده است. نه جف باردین مدیر تردستون 71 که ده سال است عملیات و فعالیت سایبری رژیم ایران را مانیتور و تجزیه و تحلیل می کند در مصاحبه در مورد این گزارش خاطر نشان کرد عملیات سایبری رژیم ایران در بالاترین سطوح هدایت و کنترل می شود ما گفتگوهای مستقیمی با هکرها و دیگر دستندرکاران این کمپین در داخل ایران داشتیم که برای افشای این پروژه پا پیش گذاشتند. البته ما اسمهایشان را علنی نمی کنیم. اظهارات آنها با نتیجه گیری های ما هم خان بود. صحبت از یک عملیات زبردستانه است که به خوبی سازماندهی، هدایت و مدیریت شده است. وقتی رژیم چنین عملیات بزرگی را راه اندازی می کند، نشان می دهد از این سازمان وحشت دارد. Um, what we've seen here though is what's amazing about it is the fact that they are mobilizing to this degree to this level and having 60 hours of negative content uh, against the mec shows that they are definitely fearful of, of the organization that the online congress and the thousands of people that uh, participate in that conference نیویورک uh, تایمز so uh, and... در شهریور گذشته به نقل از شرکت امنیت سایبری چک پوینت نوشت از برجسته ترین قربانیان حملات سایبری رژیم مجاهدین خلق است. هکرها از انواع فنون نفوذ استفاده می کنند. اما گسترده ترین روش ارسال اسناد و برنامه های انگیز با اهداف به دقت انتخاب شده است یکی از اینها سندی به زبان فارسی با عنوان رژیم از گسترش کانون های شورشی میترسد بود که به مبارزه مجاهدین با رژیم ایران مربوط می شود و برای اعضای این جنبش ارسال شد این اسناد حاوی بدافزاری بود که با باز کردن آنها روی میز کار کامپیوتر یا تلفن دستورات جاسوسی یک سرور خارجی را فعال می کرد. 18 سپتامبر 2020 شورای ملی مقاومت کمیسیون امنیت و ضد تروریسم سیوم آذر 1399